My New Life، DVD سخنرانی در مورد رهایی از اعتیاد و رفتارهای معتادگونه، بیماری اعتیاد از دیدگاه‌های مختلف، تأثیرات مواد در بدن و روی مغز و تأثیر بیماری اعتیاد در شخصیت افراد و افراد فامیل، به وسیله سخنرانان دکتر فوجان زینی، دکتر ایرج شمسیان و مجید مولوی پور به زبان فارسی. برای سفارش DVD با شماره تلفن 818-519-5940 818-519-5940 و یا تارنمای mynewlifeprogram.com تماس بگیرید. برنامه ندای درون خوش آمدید. من دکتر فوجان زینی، روانشناس، در خدمت شما هستم. برنامه جمعه های ندای درون رو خوشحال هستم که با هنرمندان گفتگوی داریم راجع به خودشون، وجودشون، قسمت هایی از کار، حرفه و شخصیتشون که معمولا شاید در جایگاه های دیگه راجع بهش صحبت نشده، و قسمت آخرین تحقیقات روانشناسی رو هم من در کنارش میارم. امروز خیلی خیلی خوشحالم که دوست بسیار عزیز جناب خانم گردآفرید که ایشون نقال و پژوهشگر میراث معنوی هستن رو در خدمت شما دارم. با سلام به شما عزیز، خوب هستی؟ سلام فوجان عزیز، درود بر شنوندگان و بینندگان ارجمند این برنامه. مرسی از اینه که دعوت منو قبول کردی و تشریف آوردی به این برنامه. قبل از اینکه شروع بکنیم، دوست دارم که به شما عزیزان بگم که از امروز و با قدم شما در حقیقت در با رادیوی صدای ایران در تورنتو در کانادا هم آغاز به فعالیت کردیم امروز، و خانم افسانه احمدی لطف کردن و این برنامه رو دارن اونجا میذارم. خواستیم یک سلامی بکنیم به دوستان عزیزمون، ایرانیان عزیزمون در تورنتو کانادا، و اینی که نه تنها دیگه در قسمت های مختلف امریکا و ایران در کنار شما هستیم، با تشکر از جناب آقای میرچی دیگه از امروز در کنار عزیزان کانادا هم خواهیم بود. بسیار عالی، قدم خیر بود. قدمتون حسابی خیر بوده. گردآفرید عزیز، یکی از مواردی که تو این برنامه دلم میخواد راجع به صحبت بمونه که بسیار زحمت میکشی و هنرمندای دیگه زحمت میکشن که اثرشون رو، هنرشون رو کلی روش کار میکنن و اونو ارائه میدن. قسمت هایی از شخصیت هر کدوم ماها هست که به خاطر اون شخصیت انتخاب کرده که یک هنر به خصوصی رو داشته باشه، به خاطر یک سری مهارت‌های به خصوص انتخاب کرده که یک هنر به خصوصی رو داشته باشه. یعنی مثلا من با شخصیت خودم ممکن نبود هیچ وقت بتونم اون زیبایی که تو انجام میدی، کاری که داری انجام میدی رو انجام میدی. در نتیجه توی این برنامه یک مقدار میخوایم بریم behind the scene، و behind the scene در حقیقت behind مغز شما، شخصیت شما، اون قسمت وجودت رو در اختیار اشخاصی که هنرتو رو هم میبینن رو هم داشته باشن. میدونم که اولین نقال ایرانی شناخته شدی و حالا من اینجا پارتی بازی میکنم میگم تنها نقال ایرانی شناخته شدی. دلیلی داشته که نقالی رو
بهش علاقه پیدا کردی. خیلی هستن که شعر رو دوست دارن، خیلی هستن که دکلمه رو دوست دارن، خیلی هستن از اون دیدگاه این زیبایی رو برای خودشون به وجود میارن. ولی دلیلی بوده که تو نقالی رو انتخاب کردی، چونی برام بگی چرا؟ یه وقتایی میشه گفت راهی رو آدم طی میکنه، ولی چراش یه مقدار سخت‌تر میشه اون وقت. میگه مرا گویی کرایی من چه دانم، چون این مجنون چرایی من چه دانم. من فقط به موی شما رو از کنار میکروفون قطع کنم. تو هوای صدای من داشته باش. من هوای مو و صدای شما رو ممنون. چگونگیش رو میدونم که شاید یک جور دلسوختگی و شوریدگی نسبت به این هنر آینی پیدا کردم. در خیلی سال پیش، شاید دیگه قریب 15 سال شده که در این زمینه هم کار کردم، پژوهش کردم، گردآوری کردم مناطق مختلف ایران و خدمت مرشدان بسیار، پیران، دراویش بسیاری رفتم، استادان بسیار، استادان در زمینه‌های مختلف داستانگوی و داستانگذاری، یعنی تحویل داستان، نه فقط نقالی ها بلکه شاهنامه خوانی ها، پرده داری ها، معرکه گیری ها، و در فضاهای مختلف، از فضاهای قهوه خانه ای بیشتر تا فضاهای زورخانه ای، فضاهای خانقاه ها، که خانقاه نه به دلیل اون در حقیقت آیین های فرقه ای، به دلیل اینکه بسیاری از این دراویش در فنون پرده خانی، در سخنوری و غزلیات، داستان ها، پندیات و آنچه که مربوط به داستان‌های عرفانی، مذهبی یا ملی در گذشته اینها در حافظه اینها هست، سینه به سینه و نسل به نسل بسیار مسلطن. پرسخانی‌ها، یعنی در خیابان، این دراویش که خیابانگردی می‌کنن و شمایلگردانی می‌کنن یا سخنوری می‌کنن، اینها رو من دنبالش می‌رفتم و پیگیری می‌کردم، یاد می‌گرفتم، استعدادش رو هم داشتم که در یک شاخه خاصی، یعنی همین نقالی پهلوانی، اجرا هم بکنم. و به همین دلیل به مرور تونستم به اون اعتبار و احترامی که باید در حلقه این پیران و دراویش راه پیدا بکنم در مناطق مختلف ایران و اون نفوذی که باید در بین اینها برسم، که در نهایت میراث خودشون رو از اون چی که داشتن، یعنی تومارها یا محفوظات ذهنی، چون خیلی از اینها مکتوب نیست، اینها سینه به سینه به اینها میرسه. خیلی از اینها رو که من دیدم دیگه پیر، بیمار و مهجور بودن، موفق شدم که با اونها ارتباط برقرار بکنم و اونها هم اعتماد کنن و اون چی که بلدن به من انتقال بدن، اون چی که در حافظه‌شون مونده به من انتقال بدن، از داستانهاشون، محفوظاتشون، تومارشون، اساشون، زنگ زورخانه و یادگارهایی از این قبیل، اینها در نهایت اون چی که در قدیم سنت بوده که به یک پسر، به یک بچه مرشد، به یک شاگرد، به فرزندش انتقال بده، خب شوربختانه شاید یه نبود یا کمتر در بین در شرایط امروزی این هست که بسیاری از اینها آنچه که داشتن از این محفوظات به من انتقال دادن و تا به امروزم لاک پشتوار، واقعا نمیدونم باید بگم لاک پشتوار، برای که توقعات بیشتری داشتم از این که بتونم این پژوهش‌ها رو به سامان برسونم. این که چی شد، من کارهای مختلفی کردم در زمینه هنر، در زمینه میراث فرهنگی و میراث معنوی، در زمینه محیط زیست، حمایت از طبیعت، بسیار نوشتم، بسیار گفتم، با فعالان طبیعت و محیط زیست همکاری کردم، حتی با سازمان ملل همکاری کردم، کتاب کوچکی رو نوشتم به سفارش سازمان ملل. اسم کتاب چی هست؟ آفرین آفرینش، که در ستایش طبیعت و زمین هست و هر آنچه که مربوط به عناصر طبیعت هست. نوشتم. در ایران چاپ شده؟ بله، چاپ ناشر در ایران به سفارش سازمان ملل. حتی در زمینه طبیعت و محیط زیست من دعوت شدم پارلمان اروپا و در اونجا سخنرانی کردم و این از این شاخه طبیعت و محیط زیست که در اینجا هم حتی رها نکردم و گاهی با در واقع فعالان طبیعت و محیط زیست همچنان همکاری میکنم، مینویسم مجله مهرگیا، فصلنامه مهرگیا شانفاز، با ایشون در رادیو شوشون همکاری دارم، در اون مجله یک مسئولیت دارم، می نویسم و همکاری دارم و بسه به عنوان سردبیر ایشون لطف کردن منو دعوت کردن. این از یک شاخه. در زمینه میراث فرهنگی، در زمینه فرهنگ عامیانه بسیار نوشتم در ایران، مقالات مختلف و رادیو تلویزیون خیلی فعالیت می کردم، در اونجا برنامه‌های مختلفی ساختم در زمینه آیین‌های سنتی، فنون و
فنون سخنوری، نقالی ها، بیشتر شاخه من همین آیین های سخنوری بود و نقالی ها، بیشتر پرده داری ها و اینها رو بعضی از این پیران رو هم حتی پیدا می کردم، معرفی می کردم، باشون همکاری می کردم، رادیو شوهای بسیاری براشون ساختم، بعضی برنامه های تلویزیونی دعوت کردم و پروژه برای میراث فرهنگی. اما بیشتر شناخته شدم به عنوان کسی که نقالی می کنم در فضاهای باز، فضاهای میدانی و به روستاهای مختلف سفر کردم، اجرای نقالی و بعد هم که دیگه سفر به خارج از کشور و نقالی در باشکوه ترین دیگه سالن های دنیا که شاید یه زمانی خیلی هم توی تصورم نبوده بوده، نمیدونم در ناخودآگاه من، اما همین شاهنامه باعث شد که واقعا در بزرگترین در سالن های باشکوه مجلل با امکانات فوق تصور خودم از نظر نور، صدا، صحنه، تصویر شاهنامه رو، نقالی رو بیارم و صداشو به گوش ایرانیان خارج از کشور، کشورهای خیلی دور، خیلی دورتر از طوس، خیلی دورتر از زادگاه فردوسی برسونم. گردآفرید جان، وقتی که برای اولین بار یک نفر زن پاشو تو کفش آقایون میکنه، یعنی در نقشی میره که معمولا همه عادت دارن که اون نقش رو از طریق یک مرد بشنون. من یادمه که یک برنامه بود برای فردوسی که اتفاقا ما کانادا رفتیم برای اولین بار و اونجا هم من یادمه که شاهرخ مشکین قلم توی اون برنامه هم اولین رقصش رو من دیدم، اولین هنرش رو دیدم، ولی کسی که نقالی میکرد یک آقای بودن و اون رو شنیدم. و بعد در مهره سرخ که کار خودت رو دیدم با شاهرخ عزیز، برای من که خب برشاد یک زن هستم، با این حال خیلی متفاوت بود دیدن یک زن که کاری رو داره انجام میده که کلن عادت من این بوده یک مرد رو ببینم. شنیدن صدای یک زن وقتی داشتین کار میکرد یک تجربه دیگه رو حداقل برای من داشت، خیلی مسئله رو نرمتر کرده بود، فضایی که اون حتی چه اگر جنگ بود داشتن صحبت میکردن راجبش، هر مسئله‌ای که توی اون ابعاد شعر داشت گفته میشد و توی ابعاد تئاتری که داشت اتفاق میفتاد گفته میشد، نشستش برای من خیلی خیلی متفاوت بود. میخوام ازت بپرسم تجربه خودت از کسانی که میان و هنرت رو میبینن چی به تو بازگو میکنن، یا تجربه خودت توی کل این هنر چون زن هستی چه تفاوتی کرده برات و چه عکس العملهای شاید مثبت و یا حتی منفی ممکنه بگیری؟ من واقعا تا به امروز عکس العمل منفی به اون شکل ندیدم. عدالی؟ واقعا. و خیلی جالبم هست که من هر کجای ایران رفتم، اون خیلی مهمه، میدونین در جاهایی که سنتی هستن خانواده ها، در دورترین روستاها، حتی شهرهای خیلی مذهبی تر مثل اصفهان، یزد، کاشان و شهرستان ها و اینا، مردم با چه احترامی میمدن و تماشا میکردن و نظر میدادن در مناطق لرستان و بختیاری و ایلات لور و بختیاری که برنامه میگذاشتم، اونها میدونین اینا با شاهنامه بزرگ شدن و واقعا بخشای زیادی از شاهنامه رو اینا حفظن و میدونن. و شما نمیدونین که دو بار فقط تجربه این رو داشتم، یک بار در روستای یکی از مناطق مسجد سلیمان، صوفه سرمسجد بود که یک چوپان پیر از دور که در فضای باز روستا بود، در این روی اون تپه که من داشتم اجرا میکردم، تپه باستانی بود و اون پایین دور صندلی چیده بودن و من همینطور که داشتم داستان رستم و سهراب میگفتم، از دور پیرمردی که با گله گوسفندش اومد و ایستاد و نگاه کرد و نگاه میکرد و دستش هم سایبونه چشمش و وقتی تموم شد باور کنین بدو بدو اومد و اون بالا و دست من رو، یعنی خودم هنوز که یادم میاد احساسات خاصی بهم داد، دست من رو بوسید و این شوخی نیست. کسی که میدونین در شرایط در یک خانواده ای که میدونین و یک قوم و یک ایل فضای بسته، شاید زنها تا این حد باز نباشن که بیان حتی در اون فضای ایل بخونن،
مگر در یک دور هم نشینی که دور هم شاهنامه بخونن، که تازه اونها هم که من برای پژوهش میرفتم بیشتر مردها بودن. یعنی من باز شاهنامه خوان، چرا برای لالایی ها زنهای زیادی رو آشنا شدم که لالایی میخوندن، یا ترانه هایی که در محافل زنانه میخوندن، ترانه های بیشتر با بنمایی طنز و اینا که در محافل کوچولوی زنانه، در اونها هم زن نمیخوند در فضای عمومی. و چند بار من این اتفاق برام پیش اومد و زن بودن به چشم خودم هیچ وقت نیومد. اینکه من زن هستم با جنسیت، حالا دارم میرم وسط مردها، اون هم کجا؟ در خانقاه، در زورخونه، در قهوه خونه، یک سری قهوه خونه‌هایی که کاملا هنوز این فضای مردانه قدیم رو حفظ کرده بود، در تهران، جنوب تهران، در نزدیکی‌های حرم شاه عبدالعظیم، در شهر ری. اونجا میرفتم که مرشد ترابی رو ببینم، گاهی با خودش میرفتیم تو بعضی از اون قهوه خونه های با همون بافت قدیمی، چون میدونین الان یک سری سفره خونه های جدید و مدرن اومده و اینا خانوادگی میرن، ولی نه هنوز قهوه خونه های بود تا 12 سال پیش، 13 سال پیش، هنوز هم فکر میکنم هست، کاملا دود و دم و سیگار و قلیون و اینها. و حالا اونجا نشستم خجالت میکشیدم، معمولا کنار در می نشستم اون اوایل کنار در، و خیلی خیلی خموده، یعنی فقط نوت برمی داشتم. هنوزم دقیق نمیدونستم چرا قضیه مهمه باید ضبط کنم، یعنی خیلی دانشجو هم بودم، نمیدونستم اینا باید ضبط بشه، ثبت بشه. اون اولم برای خودمون مرشدا سخت بود اینه که من رو بپذیرن. بله من زنی بودم یا دختر جوانی که میرفتم و میخواستم که یاد بگیرم، اونها هم خیلی سختگیری میکردن و اذیت میکردن. ولی واقعا این مسئله جنسیت نه به چشم من اومد، نه به چشم اونها. خیلی احترام کار، هنر، حرفه در اون لحظه خیلی مهمتر میشه. دقیقا مسئله کلام بود، مسئله حرمت بود. خیلی جالبه در فرهنگ ما این مسئله که شما مطرح میکنین، چون ممکنه که مثلا در امریکا، در اروپا، به خاطر اینکه مسئله راحت‌تر شده اشخاص این رو هم بتونن راحت‌تر بپذیرن، ولی خوشحالم که میشنوم که در مملکت ما که به هر صورت یک مقدار سیستمش بیشتر حالت پاتریارکال داره و یه سری ابعاد به خصوص رو میگیره، یک مقدار که نه خیلی. یعنی این مکافات در سیستم اداری هست در حد وحشتناک. یعنی در سیستم اداری ماجرای زن بودن یک مصیبتی است، ولی خیلی جالبه که در فضای سنتی و در اون حلقه‌ای که من وارد شدم، دراویش و پیرها و مرشدها، این ماجرا خوشبختانه برای من درد سرساز نبود. اینقدر البته گرفتاری بود، گرفتاری جمع‌آوری ها، یاد گرفتن ها، آدم ها رو پیدا کردن، به این دو هات برو، به اون قهوه‌خونه برو. یعنی خوشحالم که حداقل این یکی مکافات نبود، و اگر بوده کمتر بوده. دلم میخواد یکی از برنامه هایی رو که داری رو برای عزیزان بگذاریم تا بیشتر با کار داشته باشن. همینجور که من دارم این رو آماده میکنم، اگر که لطف بکنی به دوستان بگی که داریم قراره که چه چیزی رو ببینیم، من فکر میکنم که راحت تر بتونیم توضیح. بله فوجان عزیز، ببینید چند تا لینکی که در یوتیوب هست، متاسفانه یکی از مکافات های ماها اینه که خیلی هم از ذره سندسازی قوی نیستیم. الان بهترین لینکی که میتونم بگم در یوتیوب فیلم مستند نقل گرد آفرید از ساخته هادی آفریده که بله اینو داریم الان گوش میدیم، بله مال ایرانه درسته؟ بله بله در ایران سال 80 برای 11 12 سال پیش که مرشد ترابی اساس رو دادن. بله اینجا خانی هنرمند خب گردا فرید عزیز، برای دوستان اگر مایلی یه مقدار بگو جنسم که من چون اینجا کار تکنیکی هم من دارم میکنم، بله باید با من یک مقدار
کنار بیای تا من کار تکنیکی هم انجام بدم. اگر لطف کنی توضیح بدی برای دوستان که چون قطعه های مختلفی بله. از کارهات بود که داشتی انجام دادی و یک نه تنها نقالی میکردی و نمایشنامه بازی میکردی بلکه داشتی تدریس هم میکردی مثل بله. کارگاه های بودی که داشتی تدریس میکردی بله. اگه ممکنه دوست داشته باشی یک گفتگوی راجع به این مسائل داشته باشیم تا من یک سری از کارهای دیگر تو رو هم بتونم برای عزیزان پیدا کنم. تصاویر متنوع بود از کارگاه های شاهنامه و فضاهای متنوعی که اجرا می کردم در محوطه خانه هنرمندان، در تئاتر شهر و بعد هم تصاویری است از تربت، فکر کنم تربت جام بود که با یکی از شاهنامه خونان و بخشی های معروف اون قسمت، اون منطقه، آقای پور عطایی و همینطور استادان دیگر، شاهنامه خوانان لر و بختیاری در مناطق مختلفی که می رفتم، در استان چهارمحال بختیاری، روستاهای مختلف، بخشی از تصاویر هست و بعضی از قهوه خانه ها. کارگاه های هم داشتم یا دعوت شدم برای اینکه به بچه ها آموزش می دادم، هم آموزش شاهنامه و هم نقالی و گاهی هم فن بیان. بله این لینک بعدی فکر می کنم اجرای مشترک من شاید تمرین ما باشه با شاهرخ مشکین قلم برای مهره سرخ که به داستان رستم و سهراب می پرداختیم و در اینجا من در دو نقش بودم، هم فردوسی هم نقالی می کردم شخصیت های مختلف داستان رو. مهره سرخ اثر سیاوش کسری. مرکب سیاره و جبهه و مرجان، تن و خاق و بدن و کوه هوا و ناب و مبارد. شما میتونیم این تصویر هم از همکاری بکنم در ادیت بزرگتر بکنید که بهتر به نظر بکنید. تیر دعا را سهراب کمان را بزه بر به بازو فکند، سمندش بر آمد به ابر. در نخوست باید کراز فاجعه در سنگ صبح جوست. سهراب آنچه زیور بازو و دست توست، آن مهره آن مهره جهان پهلوانی است. مردی بدان برآمده را ناچار، حتی در مرز و بوم خویش نقشی جهانی است. زهر است زهر آبی لعلش، جز عاشقان پیاله نگیرند از این شراب. بیگاه می کشد تا هر پگاه برکشد همچو آب. تو می روی که زخم تو هیگاه خیش را بر چشم خستگان پریشان شب زده، بر آن کسان که بی خبر از چند و چون پار، بازوی خیش را بر طوق پهلوانی پیکار می دهند بگشایی. از که بنالی پراکندگی میوه‌یان تلخ دانه‌هایی. گرد فرید عزیز، این مهره سرخ رو من خودم شانس این رو داشتم که دوبار ببینم، همینجا هم در سان دیگو و اونجا بود که گفتم برای اولین بار من آشنا شدم با شما و با کارتون. یکی از مواردی که خب خیلی جالبه برای کاری که شما انجام میدین و با هم هم صحبت کردیم قبل از این برنامه، کلن مسئله خاطره، چجوری این چیزها رو، مسائل رو تو خاطره نگه داشتن، چجوری ابعاد مختلف شعر رو نگه داشتن
و چجوری دوباره اونا رو برگردوندن از خاطره. میدونی یه قسمتی از خاطره میگن short term memory، خاطره کوتاه مدت بین 7 تا 9 تا مبحث رو در آن واحد میگیره و انقدر بعد روش تمرین بشه و بعد چجوری بایگانی میکنه در قسمت‌های مختلف مغز تا بره توی long term memory، قسمت خاطره‌ای که طولانی مدت اونجا نگه داشته بشه. ولی برگردوندن اونها در کنار هم خودش یک فن به خصوصیه. ما ممکنه خیلی چیزها رو به خاطر بسپاریم، ولی اونی که چطوری اونها رو برمیگردونیم، کسایی که امتحان میدن حفظ میکنن چجوری هر چیزی رو که حفظ کردن رو برگردونن در یک کانتکست به خصوصی، خیلی خیلی مهم میشه. حالا کار شما خیلی متفاوته، گفتم حتی مثلا با دکلمه، یک نه تنها مسئله نگه داشتن شعر هست، نه تنها باز برگردوندن و دوباره ریسایت کردن شعر هست، بلکه به خاطر کاری که انجام میدید تئاتری که توی اون هست، یعنی احساسات، رفتارها در هر قسمتی چه اتفاقی باید بیفته و با اون کسانی که داری کار میکنی چطور باید باشه و بعد در هر نقشی که داری میری چطور اون نقش باید ایفا بشه که بنشینه به قلب کسی رو که داره گوش میده، نه تنها بشنوه بلکه در قلبش بنشینه و بعد داستانی رو دنبال کنه. یعنی خیلی متفاوته وقتی که ما فقط یک شعر رو داریم دکلمه میکنیم، چون یک شعر قسمت کوتاهیه و اون قسمت کوتاه مدل خودش رو داره که بتونیم لند کنیم، بنشونیمش. ولی وقتی داستانی است که شخصی که داره میبینه و گوش میده باید با وجود ما اون رو دنبال بکنه، قسمت‌های مختلفی از مغز ما، از شخصیت ما، از احساسات ما رو همه رو در بر میگیره تا بتونیم ما اینو ارائه بکنیم. تجربه خودت رو برای ما بگو که چه اتفاقی درونت رو میفته که اینطوری هنر درسته میشه. من یه توضیح کوچیک بدم درباره این تصاویر که دیدیم از مهره سرخ و برمی گردیم به صحبت شما. تصویرهایی که دیدیم تصاویر تمرین ما بود و شما مهره سرخ دید خیلی دیگه از سر نور و تصویرها خیلی روش کار شده و آنچه که دیدیم در واقع در ابتدایی ترین شکل دوران تمرین ما بود که تصویر برداری شده در یوتیوب آمد و این از مهره سرخ و تجربه مشترک من با گروه در واقع. البته اجراهای مشترک داشتم با مرشدای زورخونه، با نقالها، ولی به این شکل که با یک گروه تئاتری، البته موسیقی و رقص، به این شکل حرفه‌ای مهره سرخ بود و عاشقانه های شاهنامه، چند تا کار دیگه با شاهرخ مشکین قلم در جاهای مختلف و به قول شما حالا باید با آدم های دیگه هم ضمناً بازی می کردم. در نقالی اون چی که من اولین چیزی که به گوش من نشست بود که و صدای خود مرشد ترابی که گفت به من گفت نقالی تئاتر یک نفر است. یعنی یک نفر باید جای چند نفر بازی بکنه، گاهی جای 10 تا شخصیت بازی بکنه، حتی از تقلید صدای شیر و اژدها و شیهه اسب و اینها هم دریغ نکنه. خب اونها به خاطر توانمندی های هنجره مردانه نقالان این کار رو میکردن. من تا اون قسمت ماجرا نرفتم که بخوام تا اون حد تقلید صدا بکنم. اوایل در اجراهای اولیه چرا با مزه هم بود، ولی کم کم دیگه از اون فضاها فاصله گرفتم. یعنی به قول شما دیگه، شما میگید زنانه تر شده کار، من فکر میکنم بیشتر دیگه حالا سلیقه خودم در کار هست و اون چه که خودم دوست دارم از نظر حال داستان، از نظر نگارشش و سلیقه خودم و اون چه که دلم میخواد در اون ماجرا پیاده بکنم. اما در نهایت اگر یک نقال قدیمی ببینه میگه نقالی دیدم، یعنی انکار نمیکنه که چیز دیگری دیده. معمولا حافظه خیلی به چشم میاد، یعنی وقتی یه اجرا میکنه اولین چیزی که میاد حافظه است و برای خودم عجیبه، چون من سختی های دیگری در رابطه با خلق اون داستان دارم و بعد تعجب میکنم میگم چطور اونا دیده نشد. خب این دیگه قسمت طبیعیه که برای شما خیلی راحته، در حالی که ممکنه برای خیلی از کسان دیگه انقدر راحت نباشه که بتونن ساعتها یاداوری برشون بکنن که شعر رو ریسایت بکنن و همینجور ادامه بدن. ولی برای شما به نظر میاد که از کودکی اینقدر طبیعی بوده که این قسمت دشوار نبوده و ممکنم هست برای خیلی از ماها حرفمون رو جوری
میریم دنبالش، انتخاب میکنیم به خاطر اینکه یک مهارت‌هایی رو طبیعی naturally برای ما وجود داره که برای خیلی از کسان دیگه ممکنه که مشکل باشه. و بعد فکر میکنم برای بعضی موارد اگر وقت بذارم بعضی مطالب حافظم خیلی خوب باشه و بمونه، یعنی شاید یه شماره تلفن واقعا به این خوبی نباشه. ممکنه آره تلفن که برام آره آره ممکنه. مراحل سختی رو طی میکنم برای خلق یک داستان، داستانی که اگر به بعضی دوستان بگم تعجب میکنن، میگن این که هزار ساله هست. و بعد چیزی که بعضی وقتا در واقع قصدم میگیره اینه که وقتی راجبش حرف میزنم حتی دوستای خودم میگن که مطالب که آماده است تو چیکار میکنی؟ یعنی خیلی فکر میکنن همه چیز آماده، یه جا حاضر آماده است، من میرم اون رو حفظ میکنم. اینطور نیست واقعا. یعنی درسته که بیس داستان ها تازه فقط شاهنامه نیست، من داستان‌های خیلی زیادی حفظ کردم، نه فقط شاهنامه، که از بغل شاهنامه تومارهای مختلف و داستان‌های متنوع، حکایت‌های مختلف از فن‌های مختلف سخنوری مثل هم بحر طویل خانی ها که شنیدید، نصر مسجع خانی ها و اینها. و بعد مراحلی که طی میشه برای خلق یک داستان اینی که بله بیس داستان، پایه داستان هزاران ساله که هست. مثلا همین داستانای آخر، ست داستان عاشقانه خسرو و شیرین و بهرام آرزو و سهراب و گردآفرید، خب اینها رو من ماها طول کشید تا تومارش رو تنظیم بکنم. یعنی که تمامش رو من در شاهنامه رفتم خوندم و بارها خوندم در نهایت باید بفهمم که چی میخوام بگم، پیامم چیه، اصلا قرار پیام بدم یا نه. یک در بازیست که هر کس از این در واقع انبان سخن یک ظرفی برداشت بکنه، هر کس به اندازه ظرفش برداشت بکنه. ولی یک چیزهایی رو در نظرم هست، مثلا این تجربه آخر عاشقانه های شاهنامه، میدونستم که قراره درباره عشق حرف بزنم، درباره رامش حرف بزنم، رقص، موسیقی، امید و سرزندگی و شادی و شادی و شادی، یعنی تمامش، یعنی میدونستم اینو میخوام. میدونستم قرار از پادشاهان و پهلوانانی حرف بزنم که چه سازندگی هایی داشتن، خسرو اومد چی ها ساخت و در یک زمان کوتاه هر کدوم، مثلا هر قصه، چون پنج بار من پنج پرده میام رو صحنه. یعنی نیتی رو که قرار بوده که اون داستان و یا اون اشعار ارائه بکنه، اون نیت رو این پشت ذهنتون نگه میدارید و مکررن با مهارتتون دارین اون نیت رو در حقیقت می نشونین برای اشخاص. برای بعضی داستان ها مثل مهره سرخ یا مثل عاشقانه های شاهنامه یک هدف مشخصی داشتم که باید روی اون بیشتر کار می کردم. و داستان های دیگه مثل داستان های پهلوانی، داستان های حماسی، داستان های عشقی، مثلا همون رستم و سهراب، جنگ رستم و اشکوز، جنگ های ایران و توران، سوگ سیاوش، داستان های از این دست، اینها مشخص داستان رو میخوام بگم، ولی میدونم که باید یه بیت های خاصی رو انتخاب بکنم. حالا در نهایت تم داستانم که مشخص شد، باید داستان شاهنامه رو بخونم، لغت ها، واژه نامه ها رو بخونم که بتونم درست بخونم، واژه ها رو درست ادا کنم، معنی واژه ها رو بدونم، از دانش نامه ها فرهنگ لغات برم معنی لغات رو در بیارم، تفسیرهای مختلفی که هست، حالا یک کتاب، دو کتاب، 10 تا، ببینم چه تفسیرهایی، بیه به یک درکی از داستان برسم و تومارهای مختلفی که پیرامون اون هست که بیانش رو بدونم با چه بیانی. معمولا البته در اجرای نقالی من پیرو سبک مرشد ولی الله ترابی هستم که سبک پهلوانی داره، در حالت بیان ادبیش سبک سید مصطفی سعیدی، در پندیات و حکایت ها سبک مرشد مدداهی، یه مقدار مرشد های دیگه مثلا در بحر طویل خانی ها مرشد عباس زریلی، باز مرشد ترابی، چیزهای مختلفی در ذهنم هست یا اینها رو دارم و حالا مثل تیکه های پازل باید اینا رو بذارم کنار هم. گاهی برای یک بیت، گاهی روزها وقتم گرفته میشه، باید حالا دیگه با حال خودم پیش برم، یعنی از اینجا باید حاله، آیا این حال، این احساس اصلا به خود من میچسبه تا این شکل بگه. یعنی در واقع برای من مثل زایشه. در داستان عاشقانه شاهنامه آرزو رو نوشتم، خسرو رو نوشتم، شیرین رو نوشتم، سهراب و گردآفرید از قبل بیشتر کار کرده بودم، خیلی راحت‌تر، بخش بیشتر پهلوانی و جنگ و اینا بود. بهرام
نمی اومد. گفتم برای شاهرخ مشکین قلم نوشتم این برام خیلی بد قلقه نوشت. و بعد یعنی واقعا مثل زایش بود ماجرای بهرام. روزها و هفته ها طول کشته تا بالاخره بفهمم که میخوام با این بهرام چیکار بکنم. این جوری شده دیگه میدیدمش باهاش حرف میزدم میگفتم خیلی چرا انقدر بد قلقی میکنی، چیکار باید بکنم با تو؟ آیا شده همه ما بالاخره قسمت از وجودمون کنترل میخواد بکنه، آیا شده که مثلا وقتی که داستان رو خوندی تمام این قسمت های مختلف، مدل های مختلفی که اشخاص راجع به صحبت کردن رو در کنار هم گذاشتی و بعد برای خودت گفتی که نه مثلا این شخصیت اینجوری دوست ندارم، اینجوری دوست دارم ارائه بدم و شخصیت طرف رو بهرام رو هر کدوم اونا رو در ذهن خودت حتی تغییر دادی و اون با اون تغییری که در ذهن خودت بوده ارائه کردی؟ فکر میکنم خیلی امانتدار بودم به اون درکی که خود فردوسی داشته و گزارش کرده در شخصیت مثلا بهرام. یک پادشاهی است که شاده، اصلا در فرهنگ عامیانه ما هم بین همه پادشاهان، چه پادشاهان تاریخی چه اسطوره‌ای، بهرام معروف به شاه شاد و خود فردوسی هم خوشش میاد از بهرام. منم بین پادشاه‌ها بهرامو خیلی دوست دارم. و همه اینها اشکالاتی داشتن ولی سازندگی‌هایی هم داشتن و فردوسی میدونستم که نظر مهر داره به بهرام، خیلی هم بهش پرداخته، عیاش هست، خوشگذران هست، اشکالات بسیاری داره اما خوبی‌های خیلی هم داره، سازندگی‌های زیادی داره و به خیلی چیزای خوبم بها میده. و بنابراین حالا این مسئله که برگردی به حافظه اینه که به همین دلیل میگم سعی میکنم خیلی بخونم که بفهمم در دنیای اسطوره یا تاریخ چه درکی از این شخصیت هست، سعی کنم به همون وفادار باشم، سعی میکنم بشناسمش، سعی میکنم باهاش زندگی بکنم و واقعا هم زندگی میکنم، من رو صحنه زندگی میکنم. اینو تجربه کردم مثلا، چون دیدم در صحنه میبینم که زندگی میکنی، مثلا زمین جدا میشم، یعنی انگار که میبینم جای دیگه هستم، در انگار هزاران سال سفر میکنم و ماهارم میبری با خودت. یعنی تجربه من میگم خیلی متفاوت بود، یکیش به خاطر هنردگی، به خاطر بعضت به من صدای زنونه شنیدن یک فضای به خصوص. مثلا من حتی موسیقی عربی رو که میشنوم، چون خیلی موقع ها با صدای مرد میشیدم، زمانی که با صدای یک زن خواننده میشنوم، این کلمات عربی و اشعار عربی طور دیگه‌ای برای من لمس میشه و حس میشه تا وقتی که من اتها میخونم. ممکنه برای بعضی این حالت داشته باشه، برای بعضی نشه، ولی چون تجربه خودم بود خواستم مطرح بکنم. و هنر خودت هم همینطور، چون همیشه با هنر و مهارت و اجرا یک مرد دیده بودم، اون حالت برام داشت. ولی غیر از اون همین حرفی که الان زدی که وقتی که داشتی صحبت میکردی، وقتی که داشتی ارائه میدادی، شعر میخوندی، نقالی میکردی، خود من باهات میرفتم. یعنی خیلی جالب بود برای من وقتی که نگاه میکردی به بالا، من بی اختیار به بالا نگاه میکردم. درسته مثلا ارائه شاهرخ مشکین قلم بسیار بسیار زیبا بود و محو شاهرخ میشدم، ولی وقتی که کارتو رو داشتم نگاه میکردم میرفتم، یعنی میدیدم، انگار خودت داشتی میدیدی اون تصاویر رو و منم که در کنارت نشسته بودم و نگاهت میکردم با تو تصاویر رو میدیدم و غرق اون تصاویر میرفتم جلو. تازه من خودم، خب من 12 سال و نیم هم بوده اومدم امریکا و شاهنامه فردوسی رو اونقدر که خیلی از کسان دیگه ای که اومده بودن و نشسته بودن نمیشناختم و آنچنان در کنارش باهاش سالیان سال جلو نرفته بودم، ولی با این حال طریقی که داشتی این کارو میکردی نه تنها به دل من نشسته بود، بلکه منو با خودت میبردی در این داستان، قطعه قطعه با من خود به خود میبردی. گردا فرید عزیز، ما در حدود 3 دقیقه دیگه بیشتر وقت نداریم. دلم میخواد در کار راجب کارهای آینده یه مقدار برای بینندگان و شنوندگان عزیز گفتگوی داشته باشه. ما همچنان برای آینده باز همین اجرای عاشقانه های شاهنامه رو با شاهرخ مشکین قلم عزیز داریم در استراسبورگ در یک فستیوال و فکر میکنم برای روز جهانی زن هم در سان فرانسیسکو اجرایی داشته باشم و فعلا همین. و دلم میخواد در آینده امکانی فراهم بشه، اون زحمتی کشیدم، خیلی آرزوهای بزرگتری داشتم که این زحمت ها به بار بشینه، شوربختانه نشد، حداقل بتونم اینها رو منتشر کنم، در اختیار مردم، در اختیار علاقه مندان بگذارم.
قسمتی رو که در خودت میبینی و در هنرت میبینی که قراره که از یک پل دیگه‌ای رد بشی، فکر میکنی اون چیه؟ چون هر زمانی ما بله. به یک بهترین خودمون میرسیم و برای باز دوباره انگار اون مرز رو رد باید بکنیم برسیم بله. به یک قسمت دیگه. اون رو برای خودت چی میبینی؟ همیشه این رو میبینم که قرار باز یک در دیگه‌ای باز بشه، قرار از به قول شما یک پل دیگری گذر بکنم، ولی راجبش حرف نمیزنم، میذارم به پختگی برسه. میدونی شاید خیلی روشن و مشخص نباشه، همش با تجربه کردنه. من هنوزم دارم تجربه میکنم و خودم رو فقط در یک جاده میبینم که چشمامو بستم و دارم میرم جلو. یه جاهایی میافتم، یه جاهایی میمونم از راه، ولی باز پا میشم. امیدوارم که باز اونقدر انرژی داشته باشم که بتونم این راهو ادامه بدم و بتونم. عشق داری به کارت و کارتم خیلی نسبت بهش خیلی غیرت دارم. چقدرم زیباست وقتی آدم غیرت داره به کار خودش. نسبت بهش خیلی احترام قائلم و همین دلیله که حرمت داره برام. حرمت داره و سعی میکنم حرمتش رو حفظ بکنم و امیدوارم که به قول شما بتونم درهای بزرگتری به روی این کار باز بکنم و پلهای دیگری رو هم گذر بکنم تا بتونیم تجربه های بهتری داشته باشیم، بتونیم کارهای تاثیرگذارتر و بزرگتری انجام بدیم. در لس آنجلس کانادا قرار اجرایی داشته باشیم؟ زمزمه این بوده که عاشقانه‌های شاهنامه رو مجددا برگزار بکنیم در جنوب کالیفرنیا و احتمال زیاد لس آنجلس. امیدوارم که بشه. ببینیم مدیر برنامه عزیز، خواهش میکنم که خانم گردآفرید رو دعوت بکنید به کانادا. کانادا دعوت کردن، مونترال دعوت کردن، تورنتو، تورنتو بله، برای همون اجرای فست، نه نه برای مستقلا فقط اجرای نقالی بود، فستیوال تیرگان و چقدر هم خوب بود، اصلا عالی بود و مدیریت و نظمی که در اون برنامه بود. و ولی خب هنوز خیلی خیلی جا هست، خیلی جاها رفتم ولی میدونم که هنوز خیلی جا هست که ایرانیان عزیز بیخبرن و هستن و حتما علاقه من هستن که ببینم. به هر حال یک کار خاصی است، مخاطب خاصی داره، میدونین، بنابراین اون کسایی که برگزار میکنن خب خاصن، خیلی نمیشه دنبال منفعت مالی بود درش. شوربختانه یک زیبایی به خصوصی داره که به نظر من عالی خواهد بودش که این به این مدل هم فرمودی بودی پژوهشگر میراث معنوی، به این مدل هم میراث‌های معنوی ما رو نگه داریم و برای شاید نسل‌های بعد که آنچنان فرصتی رو نداشتن که اون رو ببینن بیاریم. میگم من با اینی که ایران به دنیا اومدم 12 سالانی من بود و نمیتونم بگم نسل بعد هستم چون خیلی سنم بالاست برای که نسل قبل، ولی در این مورد به خصوص من این موقعیت رو نداشتم هیچ وقت که نقالی رو در ایران ببینم. در نتیجه این موقعیت ها رو به وجود آوردن برای ماهایی که ایرانی هستیم، دوست داریم ایران و فرهنگ ایران رو دوست داریم، خیلی خیلی مهمه که خارج از مملکت بتونن دوباره این فضا رو داشته باشن و یاد بگیرن. ممنونم از اینکه لطف کردی و به این برنامه اومدی. مرسی از قدم خوبت که ما رو به طرف کانادا سوق دادی، از تمام دوستانی که در تورنتو هستن و صدای ما رو میشنون یا تصویر ما رو میبینن سلام علیک میگیم و درود بر شما که از اینجا به بعد قرار دوشنبه ها و جمعه ها هم با ما باشید. آخرین گفتاری که با بینندگان عزیز و شنوندگان عزیز داری؟ برای همه آرزوی شادی و تندرستی دارم، برای مردم ایران آرزوی شادی و آزادی. مرسی عزیزان برای اینکه با ما بودید. بعد از یک سری از این پیام‌های بازرگانی دوباره یکی از اثرهای زیبای جناب خانم گردآفرید رو برای شما عزیزان میگذارم. روز و شبتون خوش. Thank you.